سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از پلیلیست مهاجرت به هلند. توی این ویدیو قراره که درباره پروسه اجاره خونه تو هلند و اینکه چجوری از ایران اقدام کنید برای اجاره خونه تو هلند براتون صحبت کنم و روشهایی رو بگم و روشهایی که خودم طی کردم رو بگم. امیدوارم که براتون مفید باشه. همین اول کار، اگه دوست داشتید که درباره مهاجرت بدونید، حتما به پلیلیست مهاجرت به هلند من سر بزنید. توش کامل از مرحله اول تا الان که رسیدیم به مرحله اجاره خونه تو هلند براتون گفتم. اجاره خونه تو هلند یکی از پرچالش‌ترین قسمت‌های مهاجرت به هلند، میتونم بگم که سخت‌ترین و استرس‌زادترین مرحله مهاجرت به هلند همین پیدا کردن خونه تو هلنده، چون که خونه تو هلند به نسبت سخت پیدا میشه. چون که شما مثلا اگه که دانشگاه پذیرش بگیرید 100% ویزا رو میگیرید، استرس ویزا ندارید مثل بقیه کشور رو. ولی این قضیه خونه پیدا کردن یکی از چالش های هلنده و خب باید خیلی براش وقت بذارین و خیلی باید بگردید دیگه. اگه که تو مراحل قبلی که من 100 بار گفتم باید به یک ریسرچر قوی توی این مراحل مهاجرت تبدیل بشید، اگه تا الان تبدیل نشدید، دیگه تو این مرحله باید 100% بشید. اجاره خونه تو هلند به یک سری شرایط بستگی داره. اینکه شما چند نفر هستید که میخواید اقدام کنید و اینکه خب دارید دانشجویی اقدام میکنید یا کاری اقدام میکنید و اینکه چه شهری هستید که دارید اقدام میکنید. خب اینکه درباره یک یا دو نفر هستید که دارید اقدام میکنید برای خونه یا اتاق یا استودیو، یک مقداری راحت تر از کسایی که دارن خانوادگی مهاجرت میکنن. بالاخره اتاق و استودیو برای یک نفر که خب خود دانشگاه ساپورت میکنه، برای دو نفر یه ذره سخته، ولی باز مثلا کیس های معرفی میشه. ولی برای خانواده، چون که توی شهرداری به شما به تعداد خانوار توی هر متراژ خونه اجازه نمیدن باشه، باید اون متراژ خونه مثلا از یک مقداری بیشتر باشه تا بتونن 3 نفر آدم یا 4 نفر آدم اونجا زندگی کنن. به خاطر همین وقتی که خانوادگی دارید میاید باید خیلی حواستون باشه. ولی خب مثلا وقتی که یک نفر هستید تا استودیوهای 20 متری اینا هم خیلی اوکیه که بتونید خونه بگیرید، ولی 2 نفر نمیتونن توی استودیو 20 متری یا کمتر از 20 متر باشن. برای 2 نفر باید 20 به بالا 22 به بالا باشه که حالا اگه میخواید استودیو اجاره کنید یا اتاقی قرار بمونید یا خونه ای چیزی هر کار میخواید بکنید، باید متراژ از 22 به بیشتر باشه تا بتونید که 2 نفر رجیستر کنید تو شهر دارید. پس این نکته اول که باید حواستون باشه که حالا باید نگاه کنید چند نفرید. نکته دوم شهرتونه. خب معمولا دانشگاه ها توی شهر بزرگ کشور هستن و خب همه دوست دارن که توی اون شهری که دانشگاهشون هست خونهشون باشه. اما بنابه این که همین موضوع که خونه پیدا کردن یه ذره سخته، خیلی کلیک نکنید که تو همون شهری که دانشگاهتون هست همونجا خونه پیدا کنید، چون که بالاخره وسیله حمل و نقل عمومی همه جا هست، راحت میتونید برید بیاید و خب این که یه جای خونه داشته باشید خیلی بهتر از اینه که خونه نداشته باشید و حالا تو همون شهر باشید. به خاطر همین حتماً اون شهرهای اطراف اون شهری که دانشگاهتون هست رو زیاد بگردید، ببینید که با گوگل مپ هی شهرهای اطراف رو نگاه کنید، ببینید که از اون شهر دانشگاه شما چقدر طول میکشه، چقدر مسافته، با چه قطارهایی میتونید برید و خب اینجوری میتونید آپشنهای بیشتری داشته باشید تا اینکه فقط بخواید فوکوستون روی یه شهر باشه که معمولا هم نتیجه نمیده، خیلی خیلی سخت نتیجه میده. برای اینکه شهرهای اطراف اون شهر دانشگاهتون رو پیدا کنید، میتونید از گوگل مپ استفاده کنید، میتونید هم از یه سایتی استفاده کنید که شما اسم اون شهر رو میگید، بعد میگید مثلا شهرهای با فاصله 45 دقیقه با حمل و نقل عمومی مثلا آپشن داره، انتخاب میکنید و شهرها و منطقه و محله ها رو بهتون معرفی میکنه. اسم اون سایت هست mapitout.imsterdam.com، حالا براتون نوشتم اینجا. میتونید توی این سایت هم شهرهای اطراف اون شهری که دانشگاهتون هست رو ببینید و حالا توی اون شهر رو هم دنبال خونه بگردید.
اما حالا اینکه چه جوری دنبال خونه بگردیم، چیکار کنیم؟ خب اگه که دانشجویی دارید میاید، در مرحله اول قطعا دانشگاه به شما یک سری اینفورمیشنی میده برای پیدا کردن اتاق و خوابگاه و خونه و اینا. تو مرحله اول میتونید از خود دانشگاه کمک بگیرید. دانشگاه یک سری سایت ها معرفی میکنه، یک سری خوابگاه ها معرفی میکنه. مثلا خوابگاه های زیور خیلی تو هلند معروفن و میتونید توی اونا دنبال بگردید، ولی اینا خوابگاه هم بیشتر برای یک یا دو نفرن نهایتاً. بعد خود دانشگاه یک سری سایت ها رو معرفی میکنه و اینا. پس مرحله اول میتونید از خود دانشگاه کمک بگیرید. مرحله بعد اگه که حالا دانشگاه کمکی بهتون نکرد و اینا پیدا نکردید، یک سری سایت هایی هستن که توشون میتونید خونه پیدا کنید. من لیست کامل اسم این سایت ها رو براتون تو دیسکریپشن میذارم، ولی خب تجربه از همشون ندارم و اطلاعات مثلا موثقی که مثلا بگم من خودم تجربه استفاده از این سایت ها رو داشتم، من فقط یه دونه شون رو میشناسم که حالا بهتون توضیح میدم. ولی خب بقیه شون اسم سایت هایی هستن مثل فاندا، مثل کمرنت، مثل پراریوس، که این وسط بگم پراریوس رو خیلی توصیه نمی کنن. یعنی هر کی تا الان رفته زیاد نتیجه مثبتی نگرفته. حالا اسم لیست کامل سایت ها رو براتون میذارم. باید دارید توشون ثبت نام کنید. معمولاً هم باید یه حدود مثلا 10 یورو اینا حق عضویت به اون سایت بدید و توی اون سایت باشید. هی کیسای خونه ها رو براتون میذاره، خونه ها و اتاق ها رو بعد مشخص میکنید دیگه که چه نوع اتاقی میخواید، چقدر هزینه اجاره میخواید بدید و اینا قشنگ مشخص میکنید و هی بهتون کیس میده و حالا هی بعد برای اون کیس اپلای کنید. و حالا اگه که از طرف شخص باشه که تو اون سایت آپلود شده باشه، باید اون صاحبخونه باهاتون در ارتباط باشه. اگه از طرف املاکی باشه، املاکی باهاتون در ارتباط میشه. و خب پروسه زمانبری. و اینکه معمولاً هر شهری یک سایتی مربوط به خودش داره. یعنی مثلا این سایت هایی که الان براتون میذارم اینا در کل هلند فعالن، ولی معمولاً هر شهری هم یه سایت برای خودش داره. مثلا تو شهر ماستریخت، ماستریخت هاوسینگ یکی از سایت هایی که شما میتونید توش خونه پیدا کنید. حالا مثلا توی گوگل سرچ کنید، اسم شهرتون رو بزنید، اصلا بنویسید رنت استودیو، رنت هاوس، رنت اتاق توی این شهر. و خب خود گوگل هم اون سایت هایی که امتیاز بالاترن رو بهتون نشون میده، هم سایت هایی که مربوط به شهر خودتون هست رو بهتون نشون میده. اما میونه این همه سایت، میونه این همه دلبر، من خودم تجربه استفاده از سایت هولند تو استی رو داشتم و به نظرم تا این مدت که این همه دیدم و شنیدم و از این ور اون ور شنیدم، وقتی که از تو ایران داریم اقدام میکنیم، این که با سایت هلند تو استی اقدام کنیم یکی از مطمئن ترین راه هاست برای اینکه خونه رو پیدا کنیم. هلند تو استی خب یه کمپانی خیلی بزرگ اجاره تو خونه است و تقریبا سر تا سر هلندم اتاق دارن، معمولا استودیو دارن و یک تا دو نفر حتی خانوادگی هم دارن، ولی متراژ بالاها میره برای کسایی که با ویزای کاری اومدن و باید فیش حقوقی نشون بدن. این یه ذره سخت میشه، ولی استودیوهای دانشجویی خیلی زیادی داره که من حالا الان بهتون نشون میدم نحوه استفاده از سایت هلند تو استی رو که چجوری ساز و کارش و اینا. توی اونم باید برید ثبت نام کنید، یه حق عضویتی بپردازید و که بتونید حالا کیسا رو ببینید و اپلای کنید. ولی تا الان به نظرم هلند تو استی یکی از چیزاییه که شما برای سال اول میتونید رو هلند تو استی حساب باز کنید، چون تو ایرانید و نمیدونید اینجا چه خبره، کیو بفرستم بره بازدید خونه، مثلا حالا چی کار کنم، پولو چجوری بدم، چجوری اعتماد کنم. ولی هلند تو استی چون همه چیش مشخصه، شما پولو میزنید به حسابشون، بعد تاریخ داره، همون روز تاریخ میاد کلید و تحویل میگیرید. و خب حالا توی هلند تو استی شما دو مدل میتونید که خونه اجاره کنید، یه مدل دایرکت، یه دونه لاتاری. لاتاری اینه که آپشن هایی از اون خونه هایی که هست رو میذاره، شما ثبت نام میکنید و هر هفته قرعه کشی میکنه. یه مدل هم هست که درجا میذاره و بوک دایرکتلیه، یعنی شما درجا میتونید اون رو بگیرید.
بعد خب تو سایت ثبت نام کنید و توی اکانتتون باشید میتونید درجه بگیرید. ولی یه نکته ای که هست، این بوک دایرکتلی ها خیلی سریع میبرنشون، به خاطر همین باید خیلی هی تون تون رفرش کنید، بعد که اگه که یکی اومد سریع بتونید بزنید و بگیریدش. مثلا ما خودمون از طریق همین بوک دایرکتلی ها یه خونه پیدا کردیم و مستقیم گرفتیمش، ولی اینجوری بود که مثلا ما دو هفته شبانه روز، یعنی مثلا نصف شب ساعت کوک میکردیم بیدار میشدیم رفرش میکردیم. اینجوری باید پیگیر باشین توی خونه پیدا کردن. ولی خب مثلا دوستامون هم بودن که از طریق لاتاری خونه گرفتن، اینجوریه که هر یک شنبه قرعه کشی میکنه و شما تا جمعه قبل از اون یک شنبه وقت دارید که مثلا برای یک خونه ثبت نام کنید. و خب بهتره که بذارید همون آخر هفته، یعنی بذارید جمعه اون خونه رو ثبت نام کنید، که اگه که چون اگه که مثلا برید برای لاتاری یک خونه شرکت کنید یه بوک دایرکتلی بیاد نمیتونید اون رزرو کنید. به خاطر همین بذارید مثلا اگه هیچ بوک دایرکتلی نگرفتید مثلا جمعه همون هفته برای لاتاری اون خونه ثبت نام کنید و حالا قرعه کشی میکنن و اگه شانستون خوب باشه خب میتونه خونه بگیرین. من خیلی ها رو اینجور دیدم که از طریق لاتاری گرفتن. حالا بیایید سازوکار سایت هلند تو استی بهتون نشون بدم. حالا بریم سازوکار سایت هلند تو استی رو ببینیم. شما اول که وارد سایت میشید باید یه اکانت بسازید، مشخصاتتون رو وارد میکنید و باید یه حق عضویت بپردازید. حالا من اکانتم رو دارم و اینجا چک اویلیبیلیتی، موردای اویلیبل رو چک میکنید. همونجور که این بغل میبینید اویلیبل تو بوک، این لاتاری و حالا اونایی که دیگه اجاره رفتن. شهرتون رو مشخص میکنید، تعداد نفراتی که هستین رو مشخص میکنید و نکته مهمی که باید مشخص کنید این که اگه دانشجو هستید حتما بزنید student only، چون اگه خونه هایی که student only نیستن رو اجاره کنید براتون لغوشون میکنن، چون که باید فیش حقوقی و اینا نشون بدید و خب لغوشون میکنن اونایی که برای کارکنان و یا حتی بزرگن و آزادن و اینا. اینا رو مشخص میکنید و خب حالا مثلا همونجوری که گفتم الان موردای الان ببینید یه مورد بوک دایرکتلی هست ولی این برای فامیلیه و انگار که برای کاریه به نظر میاد، ولی موردای لاتاری هم اینها که حالا باید ثبت نام کنید و یک شنبه ساعت 8 قرعه کشی میشه. معمولا سازوکار همه سایت ها به همین صورته. مثلا حالا یه سایت دیگه مثل کمرنت اگه بخواید نگاه کنید همینجوریه، بعد اکانت بسازید، حق عضویت بدید، اسم شهرتون رو بزنید و حالا موردا رو بهتون نشون میده. یه مشکلی که اینجور سایت ها دارن اینه که داره اینجا داره یه شخصی مورد خونه رو براتون میذاره و حالا اینکه چقدر درست باشه، چقدر عکساش درست باشه، یا بعد یکی رو داشته باشید که بتونه بیاد ببینه اصلا خونه تره تمیز هست نیست. ولی مثلا تجربه من از هلند تو استی نشون داده که دقیقا همون چیزی که الان شما توی این عکس میبینید دقیقا همین رو بهتون تحویل میدن و خب یه ذره خیال آدم راحت تره. و بازم دارم میگم برای سال اول و اینکه دارید از ایران اقدام میکنید به نظر من بهترین گزینه است اگر که پیدا بشه و بتونید که بوک کنید. خلاصه که بین این همه سایت ها تجربه من و پیشنهاد من از سایت هلند تو استیه که واقعا پیشنهاد میکنم برای وقتی که کسی تو ایرانه و تازه میخواد بیاد اینجا خیلی خوبه، یعنی خیلی همه چیز واضحه و یه خیال جمعه دیگه، قشنگ زده فلان تاریخ فلان ساعت تو میای کلیدو تحویل میگیری و درگاهش امنه، تو میدونی پولو داری به کی میری دیگه، همه چیش مشخصه، استرسش کمتره. و خب آدم میاد یک سال اول اینجا راه و چاه دستش میاد، میدونه اصلا میخواد برای سال بعد تو چه شهری خونه بگیره میخواد چه. بعد مثلا وقتی که آدم اینجا باشه میتونه چه میدونم بره یه چند تا املاکی صحبت کنه برای سال بعدش خونه پیدا کنه. و نکته بعدی پوینت مثبت هلند تو استی اینه که تا مادامی که شما دانشجو هستید میتونید تمدید کنید، یعنی اگه بخواید میتونید دو سالی که دانشجو هستید اینجا تو همین خونه بمونید و مثلا فقط قبل از شروع سال تحصیلی میپرسن امسال هم میخوای بمونی و تو میگی آره من میخوام امسال هم بمونم و دوباره اون نامه دانشجویی تو نشون میدی و خیلی راحت میتونی که بمونی. پس یه ذره حواستون به هلند تو استی بیشتر از بقیه سایت ها باشه، ولی باز من لینک همه سایت هایی که معروفن و اینا
توی دیسکریپشن میذارم اسم سایت ها رو، دونه دونه برید سرچ کنید، اینجوریه که اسم شهرتون رو میزنید، بعد قیمت اجاره‌ای که میخواید، متراژی که میخواید دیگه توش مشخصه. خب اگر که دانشجو هستید و دارید اپلای میکنید برای خونه، مدارکی که احتیاج دارید نامه پذیرش دانشگاهتونه. باید نامه پذیرش دانشگاه رو داشته باشید، بعد نامه پذیرشتون که از طرف اونا تایید بشه، از طرف اونجایی که دارید خونه رو کرایه میکنید، دیگه بهتون میگن که باید دپوزیت بدین، بعد اونو پرداخت میکنین و یه تاریخی بهتون مشخص میکنن که مثلا شما از مثال 1 سپتامبر قراره که این خونه رو بگیرید و قبلش میپرسن که خب کی میخوای کلید تحویل بگیری از این بازه تا این بازه، و تو میگی و میای کلید تحویل میگیری. خب اگر که توی این سایت ها خونه ای پیدا نکردید یا تعداد نفراتتون بیشتر بود، نمیتونستید از این خونه های دانشجویی بگیرید و بعد خونه های بزرگتری میگرفتید، باز خب بعد از طریق املاکی‌ها در ارتباط باشید که همین املاکی‌ها هم تو همین سایت مثلا فاندو و پرادیوس و کمرنت و اینا هستن که باید خیلی باشون در ارتباط باشید، که خیلی باید حواستون باشه اینجا، خیلی باید به همه نکات حواستون باشه، به عکسایی که میذارن مثلا یکی رو داشته باشید که بتونه بره بازدید خونه براتون انجام بده که مطمئن باشین که اصله، کسی دروغ نمیگه و اینا. یه راه حل دیگه ای هم که میتونید خیلی کمک بگیرید از گروه های ایرانی های اون شهر، و حالا گروه ایرانی هایی که تو هلندن توی اون شهرن. حالا من یکی از گروه هایی که به نظرم مفیدترین گروه ایرانی های هلنده رو توی دیسکریپشن لینک اون گروه هم میذارم، میتونید جوین بشید و از تجربه آدم ها اونجا بخونید و سوالی دارید بپرسید. و خب املاکی های ایرانی هم هستن، میتونید از اونجا بپرسید اگه املاکی ایرانی توی شهرتونه ازشون کمک بگیرید. ولی تا اینجایی که من اطلاع دارم باز باید خودتونم بپرسید. ولی وقتی که دانشجو باشید و بخواید با املاکی پیش برید و بخواید خونه هایی که متراژش یکم بیشتره بگیرید، سازوکارش اینجوریه که چون که الان شما شغل ندارید که فیش حقوقی نشون بدید، باید مثلا چند ماه اجاره رو زودتر بدین، مثلا باید 6 ماه اجاره آیندهتون رو بدین که یه حالتی برای اونا تضمین بشه که شما هزینه رو دارید میدید و اینا. به خاطر همین حواستون به این نکته ها هم باشه. باز هم اگه سوالی داشتید تو کامنت ها بپرسید، حتما جواب میدم. اینم از این ویدیو، امیدوارم که کمکتون کرده باشه. تا ویدیو بعد، فعلا خدافظ.